درود به شما براندازهای عزیز. مادر زنده یاد سیاوش محمودی که جونشو با گلوله مزدوران خامنه ای از دست داد، بارها قسم خورده که حاضر نیست از خون فرزندش بگذره. لیلی مهدوی مادر سیاوش محمودی جشن تولد 18 سالگی فرزندش رو با آرزوی نابودی جمهوری اسلامی برگزار کرد. باشو دیگه. دیروز بود که یکی از همراهان برانداز توی کامنت ها یه جمله زیبا نوشته بود. نوشته بود چوب خدا صدا نداره ولی اگر بزنه دیگه دوا درمون نداره. امروز هانی کرده گندلات تهران که بارها برای نجات خامنه ای معترضین ایرانی رو سرکوب کرده در تهران به قتل رسید. هانی کرده یکی از اراذل اوباش معروف پایتخت بود که با نوچه‌هاش در جریان انقلاب زن زندگی آزادی ملت آزادیخواه ایران رو سرکوب می‌کرد. این موضوع حکومتی امروز و در حالی که برای مراسم خاکسپاری یه پسر جوان به بهشت زهرا رفته بود و در حالی که جمعیت زیادی هم در این مراسم خاکسپاری حضور داشتن، با ضربات چاقو یه پسر جوان به سرش مصدوم و روانه بیمارستان شد. گفته میشه وضعیت هانی کرده به شدت وخیمه و امیدی به زنده موندنش نیست. امیدوارم وقتی که شما دارید این ویدیو رو تماشا میکنید هانی کرده به سزای اعمالش رسیده باشه. البته لشکر گندلات‌های خامنه‌ای برای سرکوب ملت ایران فقط شامل اراذل اوباش مرد نمیشه. زنانی که به عنوان حجاب‌بان در متروها فعالیت میکنن از اراذل اوباش مرد هم بدترن. این پرستو که با اسم بنفش و سلطنه در متروها برای زنان آزادپوش مزاحمت ایجاد میکنه، در آخرین لجن پراکنیش در فضای مجازی خطاب به مخالفین حکومت که همچنان در بازداشت به سر میبرن یه جمله خیلی دردناک نوشته. پرستوی تخت خواب دیده خامنه ای اشاره به شکنجه های کهریزک کرده، شکنجه هایی که در تاریخ ایران بی سابقه بوده. بنفش و سلطنه نوشته اگه بچه خوبی باشی میگم برادرها در نوشابه رو بردارن تا زیاد دردت نگیره. منم یه چیزی شنیدم که میگن رژیم برای تربیت مزدورانش اول حسابی خود اونا رو شکنجه میکنه. هدفش هم اینه که تک تکشون یاد بگیرن چطوری شکنجه کنن که درد بیشتری داشته باشه. حالا هم مطمئنم که تجربه درد شیشه نوشابه، اونم در حالی که درش برداشته نشده، رو خودش بارها چشیده که داره درباره‌اش صحبت میکنه. اما یکی از اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر خیلی خبرساز شد، ماجرای قتل داروش مهرجویی و همسرش به دست عده‌ای ناشناس بود. عده‌ای که گویا اتباع افغانستانی بودن و با چاقو داروش مهرجویی و همسرش رو به قتل رسوندن. مونا مهرجویی، دختر داروش مهرجویی، امروز در جزیره هرمز کشف حجاب کرد و این عکسای ارزشی سوز رو از خودش منتشر کرد. همین چند روز قبل یه دختر به اسم رویا حشمتی به خاطر اینکه تصاویری مشابه این تصویر از خودش منتشر کرده بود 70 ضربه شلاق خورد. به نظر میرسه این اقدام مونا مهرجویی حرکتی در اعتراض به شکنجه رویا حشمتی به خاطر آزادپوشی باشه. حالا باید ببینیم مزدوران خامنه‌ای با این اقدام شجاعانه مونا مهرجویی چه برخوردی خواهند کرد. اما از چند روز قبل طلافروشان در سراسر کشور دست به اعتصاب زدند برای اینکه بفهمیم خامنه ای چه خوابی برای طلاهای زنان ایرانی دیده که باعث شده طلافروشها دست به این اعتصاب گسترده و هماهنگ بزنن. فقط کافیه این کلیپ رو تماشا کن. به نام خدا، هم میهنان گرامی سلام عرض میکنم. اخیراً دولت به بهانه مبارزه با قاچاق کالاورد یا پولشویی، اجرای دستورالعمل الحاقی تبصره 18 قانون تجارت را الزامی کرده و از اول دی ماه 402 همه مردم موظفند به هر میزانی که طلا در اختیار دارند در سامانه جامع تجارت ثبت کنند، وگرنه طلای ثبت نشده شامل قوانین کالای قاچاق خواهد بود. چند مورد از مشکلاتی که در
اجرای این دستورالعمل غیر کارشناسانه میتونه برای مردم ایجاد بشه رو به عرضتون میرسونه. در صورتی که اطلاعات مالی شما که در این سامانه بارگذاری شده هک بشه و یا در اختیار افراد فاقد صلاحیت و تبهکار قرار بگیره، به راحتی به کد ملی، عکس، آدرس و میزان سرمایه شما دسترسی پیدا میکنند. چه بسا باعث زورگیری، گروگانگیری، آدم ربایی و سرقت اموال خواهد شد. از طرفی چنانچه شما 100 گرم طلا خریداری کنید، به مبلغ حدود 250 میلیون تومان طلا فروش ملزم به ثبت کد ملی و دریافت وگ از کارت بانکی شما شده و بعد از مدتی که نیاز به پول پیدا کنید و طلای خود را بفروشید، با توجه به رشد تورمی که بر کشور حاکمه، اگر طلای شما 350 میلیون تومان به فروش برسه، سازمان امور مالیاتی از اون 100 میلیون تومانی که از ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، مطالبه 25 میلیون تومان مالیات از شما خواهد کرد. جالبه بدونید وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و تعزیرات حکومتی قصد اجرای این قانون اشتباه را توسط صنف شریف طلا و جواهر دارد که این عزیزان به خاطر شما حاضر به همکاری و اجرای این قانون نشدند و فعلا در اعتصاب به سر میبرند. هموطن گرامی، کارمندای عزیزی که مأمور اجرای این مصوبه هستید، صدا و سیمایا، خبرنگاران رسانه ها که بر علیه صنف طلا و جواهر تیت میزنید، چنانچه این دستورالعمل اجرایی بشه، شامل طلاهای همسر و دختر شما نیز خواهد شد. این مصوبه 100% اشتباه و غیر کارشناسانه در هیچ کشور دیگری به این شکل اجرا نشده، فاقد وجاهت عقلی و شرعی است. صنف طلا و جواهر کشور دارای تریبون و رسانه خاصی نیست. ما را در مواجهه با اجرای این دستورالعمل ظالمانه تنها نگذارید. پاینده و سرفراز باشید. خامنه ای هم در سخنرانی امروزش دوباره از رئیسی حمایت کرده، اونم در حالی که اوضاع کشور از همیشه خرابتره و خامنه ای بجز این چیزی که گفته چیز دیگه ای برای تعریف کردن از رئیسی پیدا نکرده. فرمان امام به مالک اشتر در اونجا خب خیلی حرف هست، یک دنیا، یک دریا مروارید در این فرمان امام وجود داره. تکیه حضرت به اینه که به توده مردم تکیه کنی. وقتی یه رئیس جمهوری با توده مردم آنت میگیره، حرف میزنه، کار میکنه، تو اونها میره تو دل مردم، یه عده از اونجا بلند میشن میگن این پوپولیسمه، اهانت میکنن. نه، این مردمداریست، این نشان گرفتن نقطه اصلی است. نشان گرفتن نقطه اصلی است. توده مردم همه کارند. حالا البته کیفیت کار کردن با توده مردم یه هنر بزرگی است. اون به جای خود محفوظ است.